علل پایه‌ای راهبرد زخم. کیهان: بعد از سفر رئیس جمهور محترم کشورمان به نیویورک و گفتگوی تلفنی ایشان با رئیس جمهور آمریکا که یکی از چند اقدام نابجای این سفر بود، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی به نقل از ایشان نوشت امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند. در اینکه آقای هاشمی رفسنجانی نظر صریح و بارها اعلام شده امام را تحریف کرده است تردیدی نیست. ایشان پیش از این نیز نمونه هایی از تحریف نظرات امام را در کارنامه سیاسی خود ثبت کرده است. این واقعیت که مردم شریف این مرد و بوم همه حرکت ها و اقدامات مسئولان را با شاغول و معیار نظرات امام و حضرت آقا ارزیابی می کنند، هشداری جدی به کسانی است که خیال خام دور زدن خط نورانی حضرتش را در سر می برانند. رسالت: روحانی از مبنای درستی آغاز به کار کرده است و با نمره خوب می توان به سفر نگریست و اشتباهات سفر در مجموع اندک و قابل چشم پوشی است. تنها نکته قابل تأمل و بحث برانگیز تماس تلفنی دو رئیس جمهور است که مخالفت هایی را در داخل برانگیخت. فارغ از آن که تشخیص فرمانده با اختیار میدان عملیات باید محترم شمرده شود، مهمترین توصیه به دکتر روحانی در این مسیر آن است که روند مذاکرات را خردمندانه آغازیده اید، ولی در طی مراحل عجله نکنید. قدرت شما در طی این مسیر همراهی مردم و تایید مقام معظم رهبری است. مخالفان و معترضان عمدتاً از منظر باور به ارزش‌های نظام نظرات خود را با قدرت منطق ابراز نمایند، نه تقلیدگونه از اعتراضات غربی ها با پرتاب تخم مرغ یا مانند بعضی کشورهای عربی با پرتاب کفش. مردم سالاری: آیا داشتن رابطه درست با غرب در عین عزت و حرمت متقابل و در مذاکره برد برد منافع ایران را زیر سوال می برد یا منافع بیشمار وارد کنندگان کالاهای چینی و هندی، آن سرنگ ها و برنج های آلوده و غیره؟ به راستی این گروه حامی در سنگر که می جنگد؟ آیا وضع کنونی عراق و پاکستان و افغانستان که مخالفانشان با ابزار حسب و ترور حرف می زنند نباید مورد عبرت ما و همه جهان باشد؟ اعتماد: این روزها اجماع بی نظیری ایجاد شده است. هم رهبری نظام و هم دولت و هم مجلس و هم مردم بحث واحدی را دارند و یک صدای واحدی را در پیش برد منافع ملی و همچنین در حمایت از آقای دکتر روحانی در پیش گرفتند. این نشان می دهد که مسئولان کشور ما عزم خود را برای رسیدن به نتایج مثبت در مذاکرات پیش رو با طرف مقابلشان به خوبی جزم کردند. ایران در واقع می‌خواهد به طور جدی و مثمر ثمر مبادرت به مذاکره کند که البته با صحبت‌های دیروز مقام معظم رهبری این اطمینان بیشتر شد. روزنامه بهار: امکان اجرایی شدن راهبرد نرمش قهرمانانه در سیاست خارجی مرهون درک عمیق و رویکردی استراتژیک به منافع ملی در ارتباط با شرایط جهانی و بین‌المللی است که البته شرایط داخلی کشور مؤلفه موثری در اتخاذ چنین راهبردی بوده است. شرایط داخلی کشور بر اساس نتایج پژوهش‌های اجتماعی متعدد به لحاظ شاخص‌های انسجام اجتماعی مانند سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، شور و نشاط اجتماعی و امید به آینده و هویت و حقوق شهروندی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که آثار و تبعات آن از سایر مؤلفه‌های امنیت ملی چون اقتصاد و سیاست اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر هم نبوده است. اگر هایهو و دود و دم موضع‌گیری ها و اظهار نظرهای سرکرده ها و رسانه های رژیم رو کنار بزنیم، معلوم میشه که در مورد مذاکرات آینده رژیم و پنج علاوه یک حرفهای مشابهی میزنند، وگرچه با زبانها و بیانهای مختلف، و حرفها و اظهار نظرهاشون که برآمده از نقش مسیرهای متفاوت و گاه متضاده
اینها مثل خطوط غیر متوازی هستند که همه از یک نقطه عبور میکنند. خامنه ای ضمن تاکید بر خط مشخص خودش تحت عنوان بدبینی و مقابل جویی با آمریکا میگه که برای دیپلماسی روحانی احترام قائله و اون رو تایید میکنه. کیهان ارگان خامنه ای در زیر دود و دم حمله شدید و صریح به رفسنجانی که چرا از خمینی حدیث جعل میکنه، حرف اصلی رو در عنوان یادداشت روز خودش میزنه که عبارت هست از دوغ زدن ممنوع و زیر عنوان اینطور مینویسه که همه حرکت ها و اقدامات مسئولان را با شاغول و معیار نظرات امام و حضرت آقا یعنی خامنه ای باید ارزیابی کرد و به کسانی که خیال خام دور زدن خط نورانی حضرتش را در سر می‌پرورانند هشدار میده. یعنی به طور خلاصه میگه که خود خامنه ای مشخص میکنه که پشت میز مذاکره چه بدبستونی باید صورت بگیره و شما نباید اون رو دور بزنید. روزنامه جوان ارگان بسیج پاسداران نقطه تلاقی خطوط متقاطع باندها رو با صراحت بیشتری نشون میده و اینطور می نویسه: می توان در قالب جمهوری اسلامی ایران با آمریکا گفتگو کرد و در قالب اسلامی با آن مبارزه کرد. و خطاب به آخوند حسن روحانی اضافه می کنه که دولت مردان جمهوری اسلامی توقع نداشته باشند که معتقدین به انقلاب اسلامی در دالان جمهوری اسلامی کانالیزه شوند و راه های مختلف مبارزه را تمرین نکنند. دولت به کار خود بپردازد و انقلاب اسلامی نیز اهداف آرمانی خود را دنبال نماید و این دو هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند. در مورد رفسنجانی و روحانی و انعکاس نظرات اونها در روزنامه‌های باندهای همسو نیازی به توضیح نیست که خط مورد نظر اونها هم اگرچه در مذاکره و بدبستان افق‌های خیلی دورتری رو هم در نظر میگیرند، اما علل حساب خط اونها هم از نقطه حل مسئله تحریم ها در مذاکره با پنج علاوه یک میگذره. به این ترتیب حالا سوال اینه که چی شده که به قول روزنامه حکومتی بهار اجماع بی نظیری به ویژه پیرامون سیاست های روحانی در عرصه روابط بین المللی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است؟ و یعنی اینکه باندهای متخاصم چرا مشتاق میز مذاکره شدند؟ جواب رو خود این روزنامه که ناشر مواضع رفسنجانیه اینطور بیان میکنه: شرایط داخلی کشور بر اساس نتایج پژوهش‌های اجتماعی متعدد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که آثار و تبعات آن از سایر مؤلفه های امنیت ملی چون اقتصاد و سیاست اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر هم نبوده است. این روزنامه تلاش میکنه که فضای انفجاری جامعه رو با زبان ترتیب شده ای که وحشت بیش از حد در ریزشی های رژیم ایجاد نکنه بیان بکنه و از وخامت شرایط در مواردی مانند انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، شور و نشاط اجتماعی و امید به آینده و هویت و حقوق شهروندی اسم میبره. خلاصه این که میگه هر دو باند رژیم و سردمداراش به رغم اینکه درگیر جنگ قدرت شدیدی بر سر تقسیم قدرت هستند، اما در وحشت از انفجار اجتماعی در تقدیر در مورد تن دادن به یک جرعه از زهر به اجماع رسیدند. سردمداران هر دو باند البته یک چیز رو نمیفهمند یا اینکه میفهمند و خب راه دیگری ندارند و اون اینه که حتی یک قطره زهر جسم فرتوت نظام ولایت رو در سراشی به سرنگونی به لبه پرتگاه سرنگونی خواهد کشوند. تحولات ماهای آینده این واقعیت رو از پرده ابهام بیش از پیش خارج خواهد کرد.
وعده باندهای خامنه‌ای در قبال زهر اتمی. تشدید تروریسم بین المللی تحت عنوان انقلاب اسلامی فرامرزی. استحکام ژله نظام با ظرفیت شکاف شدید. رئیس جمهور آمریکا در نطق سالانه خود در سازمان ملل اعلام کرد آمریکا به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. برخی در درون کشور این نگاه اوباما را به معنای بخشش سخاوتمندانه دانستند و آن را مدیون دیپلماسی دولت جدید برشمردند. همین جمله اوباما می توانست شروع یک شکاف بین نخبگان کشور باشد. بحث ایران و آمریکا بحث حدود نیست که بحث وجود است. در اجرای استحکام ژله‌ای مهمترین اصل برای آمریکایی‌ها سرخوردگی حلقه اول نیروهای انقلاب اسلامی است. جریان حزب الله تا کنون پرچمدار عزت ایران اسلامی بوده و هزینه‌های آن را نیز پرداخته است. بنابراین نشان دادن پایان راه به حزب الله سیاست امروز آمریکایی‌هاست. تغییر مواضع دوباره اوباما پس از مذاکره تلفنی با روحانی نشان می‌دهد که آنان به دنبال سرعت بخشیدن به اقدامات طرف ایرانی هستند و به دنبال ایجاد فضایی هستند که قدرت تصمیم گیری و اندیشیدن را از آنان سلب نماید. بسته بودن راه نفس نظام در اثر تحریم‌ها و حصر مذاکرات به موضوع هسته‌ای. آمریکا با صراحت اعلام می‌کند که تحریم‌ها جواب داده است و ایران را به پای میز مذاکره کشانده است. این ادعا برای سست کردن انسجام درونی و حرکت به سمت استحکام ژله است. بنابراین آنچه از مسئولان سیاست خارجی کشور توقع است اینکه اولاً مذاکرات و تعاملات در حوزه هسته‌ای حذف شود و نیروهای انقلاب بدانند آنچه انجام می‌شود استکبار زدایی نیست، بلکه هماوردی قهرمانانه است. نشان دادن چنگ و دندان برون مرزی نظام بر موازنه با استکبار جهانی. مسئولان کشور باید در موضع هجوم باشند. راه کار مهم برای حفظ سطح گفتگو در حوزه هسته‌ای و حفظ همزمان استحکام داخلی نظام را میتوان در یک چارچوب مفهومی نیز مدل سازی کرد. جمهوری اسلامی ایران الزاماً همان انقلاب اسلامی نیست و در تراز انقلاب اسلامی نمی باشد. جمهوری اسلامی ایران یک ساختار حقوقی است که در عرف روابط بین المللی عمل می کند. بنابراین می توان در قالب جمهوری اسلامی ایران با آمریکا گفتگو کرد و در قالب انقلاب اسلامی با آن مبارزه کرد. انقلاب اسلامی امری است جهانی، فرامرزی و در نسبت با امت اسلامی و عالم مستضعفان مأموریت دارد. بنابراین دولت مردان جمهوری اسلامی توقع نداشته باشند که معتقدین به انقلاب اسلامی در دالان جمهوری اسلامی کانالیزه شوند و راه‌های مختلف مبارزه را تمرین نکنند. دولت به کار خود بپردازد و انقلاب اسلامی نیز اهداف آرمانی خود را دنبال نماید و این دو هیچ منافاتی هم با یکدیگر ندارند. پاسخ کارشناسان به یک سوال: رژیم آخوندی در مذاکرات اتمی چه خواهد کرد؟ رژیم آخوندی در مذاکرات ژنو چه کار خواهد کرد؟ غرب تا کجا در متوقف کردن جاه طلبی های اتمی رژیم جدی است؟ به رغم استقبال کشورهای غربی از گفتگو با رژیم برای حل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای، همه آنها تاکید دارند که هر توافق هم صورت گیرد باید یک پایه و مبنای اساسی داشته باشد: جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای. اکنون خوشبینانه ترین ارزیابی ها نشان می دهد که رژیم تنها یک سال با رسیدن به توانایی تولید بمب فاصله دارد. رئیس جمهور آمریکا طی مصاحبه با آسوشیتد پرس همین ارزیابی یک سال را با استناد به اطلاعات آژانس های اطلاعاتی کشورش ارائه نمود. اوباما در این مصاحبه گفت که دولتش یک معامله بد بر سر برنامه هسته‌ای رژیم ایران را نخواهد پذیرفت. اوباما همچنین با اشاره به خامنه‌ای گفت که روحانی تصمیم گیرنده نهایی در رژیم ایران نیست.
سخنان روز شنبه ولی فقیه ارتجاع از همین زاویه مورد توجه تحلیلگران قرار گرفت. تلویزیون فرانسه 24 در گزارشی گفت ولی فقیه رژیم ایران روشن ساخت که به آمریکا اعتماد ندارد، هرچند این خود او بود که به روحانی برای سفرش به نیویورک چراغ سبز نشان داد. خامنه ای بر سر همه تصمیم های سیاسی در رژیم ایران از جمله بر سر برنامه هسته‌ای آن حرف آخر را می زند. لذا فعلا واشنگتن در انتظار اقدام های عملی و نه فقط حرف است. اما درباره هدف رژیم ایران در مذاکرات و آنچه این رژیم به غربی ها ارائه خواهد کرد نیز بحث و گمانه‌زنی های زیادی صورت می گیرد. مدیر ارشد پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا برآورد خود را چنین تشریح می کند. What Iran is going to offer are limited caps on their enrichment of uranium, limited sort of limitations on their nuclear activity. به نظرم آنچه رژیم ایران پیشنهاد خواهد کرد محدودیت‌های جزئی بر سر غنی‌سازی اورانیوم و محدودیت‌هایی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش خواهد بود و نیز شفافیت بر سر اقدامات تاییدی. آنها در مقابل آن خواهان آسان‌سازی کامل تحریم‌ها و پایان دادن به تهدید نظامی علیه رژیم ایران خواهند شد. به عقیده من و به نظرم به عقیده بسیاری از متحدان ما در منطقه و نه فقط اسرائیل بلکه کشورهایی مثل ترکیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این واقعا کافی نیست، چون وقتی فشار متوقف شود میتوان بازرسانی را که ما آنجا قرار میدهیم هر لحظه بیرون کرد. اما ببینیم جواب خود رژیم به این سوال چیست. رژیم در پشت میز مذاکره چه خواهد کرد؟ اون ترجیبند در واقع صاحبان دستگاه دیپلماسی ایران بوده تو این سالا، ما دوست داریم که مقدار این رو شفاف‌تر توضیح بدید، یعنی اینکه واقعا طی 6 ماه آینده دستگاه دیپلماسی کشور قراره که بر سر چه چیزی مذاکره بکنه و قراره که چه اتفاقی بیفته. ببینین این رو به من اجازه بدید که ما مذاکره رو پشت میز مذاکره انجام بدیم. چرا من اینو میگم؟ بخاطر اینکه اگه من اینجا خدمت شما یه چیزی عرض بکنم، حتما وقتی میرم پشت میز مذاکره مجبورم یا کمتر یا بیشتر از اون رو اونجا از من توقع داشته باشن. یه جوری بگید که اما من به شما اطمینان میدم که ما پشت میز مذاکره راجع به اصل غنی‌سازی مذاکره نخواهیم کرد. غنی‌سازی در ایران حفظ خواهد شد. اصل چند درصد غنی‌سازی؟ یه غنی‌سازی چند درصد؟ حالا اون دیگه بستگی به مذاکره داره. بستگی به سیاست‌های نظام داره. گفتم من پشت میز چیز مذاکره نمی‌کنم. اما ببینید من اینو خدمت شما عرض کنم. برای منافع ملی ما بسیار مهمه که دنیا به این اقناع برسه. من اینو تو منافع ملی خودمون میبینم، نه اینکه اونا فشار بیارن به ما. منافع ملی ما در این است. جمهوری اسلامی دنبال اینه که دنیا هیچ شک و تردید نداشته باشه که برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیزه. فریبکاری روحانی و خطر دسترسی رژیم ایران به بمب هسته‌ای. هدف استراتژی آشتی روحانی خریدن زمان و مشروعیت برای ساختن بمب است. روحانی به جای جنجال آفرینی بر سر برنامه هسته‌ای رژیم ایران و تهدید اسرائیل، فضای آشتی جویانه‌ای ارائه کرده است. او با هوشیاری از اولین هفته‌های صدارتش استفاده نموده تا بر خاطری غربی‌ها از سلفش محمود احمدی نژاد سایه بیفکند. روحانی می‌داند که مستمعین غربی‌اش خواهان شنیدن چه چیزهایی هستند. او به عنوان مذاکره کننده اصلی رژیم ایران بین سال‌های 2003 تا 2005 از همین کتاب راهنما استفاده کرد و این جواب داشت. رژیم ایران با ارائه مواردی که به نظر امتیاز می رسیدند برای غلبه بر نقص‌های علمی و تکنیکی برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش، به خصوص در تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان، زمان ارزشمند و مشروعیت به دست آورد. طی سال گذشته اوباما در هدف اعلام شده خود برای به زیر کشیدن رژیم اسد از قدرت در سوریه شکست خورد. نتوانست اسد را متقاعد کند که خط قرمزش علیه به کارگیری تسلیحات شیمیایی جدی است.
وقتی آن خط قرمز رد شد نتوانست مجازاتی را اعمال کند. به جز اقلیت‌های کوچک موفق نشد حمایتی را از موضع خود در هیچ یکی از دو مجلس کنگره به دست بیاورد و نتوانست درک کند که توافق با طرف‌های مثل سوریه و روسیه مشکل تسلیحات شیمیایی را حل نمی‌کند، بلکه آن را طولانی‌تر می‌کند. حتی اگر چشم‌اندازی برای حل برنامه هسته‌ای رژیم ایران از طریق گفتگو وجود داشت که البته وجود ندارد، رویکرد کاخ سفید برای شروع مباحثات غلط است. با توجه به بیمیلی ملموس رئیس جمهور به استفاده از نیروی نظامی برای اجرای خط قرمز خود بر سر سوریه و پایین بودن حمایت سیاسی در داخل آمریکا، آخوندهای ایران می‌دانند که ورد همه گزینه‌ها روی میز دست رئیس جمهور آمریکا در قبال برنامه هسته‌ایشان وزنی ندارد. شکی نیست که رژیم ایران خواهان آسانسازی تحریم‌های بین‌المللی است که دهه‌ها سیاست اقتصادی ناکارآمد را وخیم‌تر کرده است. اما هیچ شواهدی وجود ندارد که تحریم‌ها به برنامه‌های هسته‌ای یا موشک بالستیک رژیم ایران آسیبی رسانده باشد. به جای آن رژیم تهران کمک‌های مالی و نظامی خود را به اسد و حزب الله در سوریه افزایش داده است. استراتژی روحانی روشن است. کاهش درجه حرارت لفاظی بر سر موضوع هسته‌ای، دادن امتیازهای موقت و سطحی مثل صدور اجازه بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز از پیش اعلام شده و در مقابل دریافت مجوز غرب برای غنی‌سازی در سطح فعالیت راکتورها. به محض محقق شدن این هدف، مسیر رژیم ایران برای کسب تسلیحات هسته‌ای هموار می‌شود و تحت اختیار خودش قرار می‌گیرد. رژیم ایران در مقابل آن خواهان کاهش تحریم‌های بین‌المللی خواهد شد و نخست با کاهش بخشی از تحریم‌ها به منظور نشان دادن حسن نیت غرب آغاز خواهد کرد. روحانی به طور کامل می‌فهمد که وقتی تحریم‌ها رو به عقب بروند، برقراری مجددشان دشوار و شاید غیر ممکن باشد، مگر اینکه یک تحریک عمده صورت گیرد. اما روحانی چنین وضعیتی را به وجود نخواهد آورد. در همین حال برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای و موشک بالستیک رژیم ایران بدون مانع در محل‌های ناشناخته و افشا نشده ادامه خواهد یافت. این کتاب راهنمای او در سال‌های 2003 تا 2005 بود. به مرور زمان حتی هملت هم به این درک رسید که ممکن است کسی لبخند بزند. شاید اوباما هم روزی این را بفهمد.